سلام یه سه چهار دقیقه در, در خدمتتون نیستم در مورد عکسی که از لحظه ورود تیم فوتبال ایران به لبنان منتشر شده عکس ها خیلی غیر متعارفه تعداد چمدون هایی که دارن حمل میکنن خیلی معمولی نیست و استاندارد نیست به قول بعضی از کامنت گذارا حالا بر... اگه برگشتنه باشه میگیم خیلی خوب سوغاتی خریدن دارن میارن ولی بله برای سفر 4 پنج روزه هر نفر اینقدر چمدون طبیعی نیست و سوال برانگیزه من هم شاید ساعت اولی که خبر منتشر شد یک کپشنی روی اینستاگرام گذاشتم و گفتم این تصاویری که من دیدم یاد صحبت‌های محمود از زهار سخن وزیر خارجه دولت حماس سر فلسطین افتادم که در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی به من تجلیل از قاسم سلیمانی سر صحبت کرد بود که نمیدونست این حرفها در داخل ملت ایران جز فحش و لعنت به فلسطین و قاسم سلیمانی به بار نخواهد آورد این صحبت وقتی به گوش ملت میرسه که حدود پنجاه در سرشون زیر قد فقر هستند، بسیار از افراد حتی امکان تأمین وسایل اولیه تحصیل فرزندانشون ندارند و امکان خرید لباس مناسب ندارند حداقل تقضیه لازم برای رشد کودکان در بر بعض افراد فراهم بعد مثلا طرف با افتخار بگه که قاسم سلیمانی میخواست بیشتر به ما پول بده چون چمدون اونجا نداشت 22 میلیون دلار بیشتر نداد چون ما با چمدون خود اومد من توی کپشنی که گذاشتم صبح رو روی اینستا و روی توییتر نوشتم که این تصاویر فقط من رو به یاد اون صحبت‌های محمود از انداخته مونتا این دفعه دیگه دفعه قبل خودشون اومدن پول بردن این دفعه حمل پول رو هم به عهده فوتبال ما گذاشتن که اگر این کار رو کرده باشن انصافا خیانت در حق ملت ایران یه <تصفح> دنگن مجبورند مجبور خیلی از افراد دیگه هم میتونستن همین سوء استفاده رو بکنن و نکردن و اینکه شما پول ملت رو برداری بخ... فقط به خاطر که خودت پیشرفت کنی ببری اگر اتفاق افتاده باشه واقعا خیانت هیچ توجیه هم برش نیست که این در واقع همکاری در دزدیه دزدی از جیب ملت ایران برای کمک به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی که اینا کمکی به ملت ایران نمیکنند، بارها این بحث مطرح شده که اگر این نیروهایی که در خارج از کشور از جمهوری اسلامی کمک می‌گیرن کمکی به ملت ایران میکردن، به کشور ایران می‌کردن شاید توجیه داشت که البته همون هم در شرایطی که در داخل کشور انقدر فقر و فلاکت هست توجیه نداشت اما واقعیتش اینه که هیچ قدمی برای ملت ایران برداشته نمیشه جز تمسخر ملت ایران جز اینکه حسن نصرالله گردن کرفت شکم گنده بیاد جلو دوربین تلویزیون با تمسخر بگه تا زمانی که جمهوری اسلامی پول داره ما هم پول داریم و بعدا میگه من علنی میگم همه خرجای ما رو جمهوری اسلامی میده بیان بگن که بابت هر خانواری که خانش خراب شده 100000 دلار جمهوری اسلامی کمک کرده و کار دیگه یا حسن نصرالله بیاد بگه که قاسم سلیمانی هر بار که میواد اینجا خرج یک ماه, ماه ما رو میداد این بار خرج سه ماه رو داد و رفت این چیزی که روز بعد از روز بعد از شدن قاسم سلیمانی اعلام کرد خب ببینید به هر این کمک هم که اعلام درد از ملت ایران دوانه می‌کنه من حرفم این بود که این نوار من رو این تصاویر من رو یاد صحبت محمود از زهار انداخت ببینید کان لقای اول مع الشهيد قاسم سليماني بعد أن تسلمت وزارة الخارجية في 2006 وذهبت إلى عدة دول ومن بينها كانت إيران وكان لقاء وزير الخارجية ثم مجموعة من المسؤولين الإيرانيين وكان آخرهم قبل سفري مع السيد قاسم سليماني كانت الزيارة مع الرئيس محمود نجاد زيارة إيجابية طلبنا فيه مجموعه من المطالب وحالني الى السيد قاسم سليماني في اللقاء ذكرنا له ان المشكله الاساسيه عندنا هي في رواتب الموظفين وحالات الاجتماعيه والمساعدات التي يجب ان تقدم للجمهور في وقت فرضت علينا فيه الحصار بعد نجاحنا في الانتخابات وكانت النتيجه ان القرار كان فوري وكنت على موعد في اليوم الثاني للسفر في الطائرة فوجدت 22 مليون دولار في حقائب موجوده في المطار كان الاتفاق على مبلغ اکتر من ذلك ولكن كنا تسع اشخاص لا نستطيع ان نحمل اکتر من ذلك كانت كل شنطه فيها 40 كيلو گفتم تفاوتش اینه که دفعه قبل خود اونا آمدن پول بارن حالا دیگه حسن اصر الله با اون شکم گنده و گردن کلوفتش نمیتونه بیاد شاید هم جرعت نمیکنه از مخفیگاهش خارج بشه اینا برش بر بردن من حدس قوی میزنم یک حالا یا دلار یا هر چیز دیگه این چمدون ها بهانه است برای نقل انتقال سری چیزهایی کما اینکه در یک دوره در سال 65 در چمدون های زوار تی گذاشتن که ببرن اونجا یکی از پالایشگاه های عربستان رو در چمدون های که فرزان هم همه رو مثل همین چمدون یکسان براشون خریده بودن و TNT در ساکاشون گذاشته بودن اونم یک کاروانی که از یکی از های اصفهان بود بیشتر تصور میکردن که چهره و زواهر این حاجی طوری که در عربستان حساسیت ایجاد نمیکنه میتونن تینتی رو ببرن این هم حالا چمدون همه یک شکل و تعداد زیاد یعنی قطعا این تعداد چمدون حالا یه سری تجهیزاتی برای تیم میبرن که حتما نمیدن فوتبالیس هم بکنه این چمدونه که نشون میده وسایل شخصی و ملزومات شخصی خود اینها باید باشه من احتمال قوی میگم احتمال قوی میدم و با پذیرش مسئولیت اخلاقیش میگم که اینا ها احتمالا چیزهای غیر از لوازم شخصی فوتبالیست بوده و دولت موظف توضیح بده متاسفانه دیدم بعضی افراد هم شروع کردن توجیه کردن همیشه اینطور مواقعی که پیش میاد یه دو توجیهگر میشن با, با این توجیهات که نمیدونم هنرمند لاز... ناچار این کارو بکنه فوتبالیست ناچار اون کارو بکنه اگه نکنه کارش از دست میده مگه اون جوونی کردن در زندانه مگر پویا بختیاری که جانش از دست داد مگر بسیاری از افرادی که جوانیشون رو سلامتشون رو شغلشون رو از دست دادن به خاطر پیگیری حقوق مردم اونها مگر انسان نیستن اونها مگر حق ندارن این چه توجیه و چه کمکیه به افراد سوء که دنبال توجیه هستن برای اینکه خر خودشون از پر حاضر رو هر ضربه به ملت ایران بزنن معتقدم اینو باید, باید یک مطالبه عمومی تبدیل کرد هم از کس هم این اعضای تیم فوتبال بیان توضیح کنن به هر رو توضیح بدن این همه بار چه همراه هر کدومشون است و بعضی از افراد دیدم خیلی با ظرافت نگاه کردم و گفتم مثلا چمدون‌های ترابی هم بیشتره یعنی کسی که حالا به هر حال نزدیک‌تر به حکومت فکر می کنم که این از مواردی که نباید کوتاه بیایم باید مرتب بپرسیم خجالت هم نکشیم از پرسیدن اینم که حالا فلان عضو فامیل و مثلا طرفدار تیم فوتبال ممکن ناراحت بشه یا فلان دوستمون یا حتی اون بیان بگیم حالا اینا مش جوون فوتبالیستن میخوان آینده داشته باشن آینده شخصی که به قیمت از بین رفتن امروز و فردای مملکت به دست بیاد به لعنت خدا هم نمیارزه به هیچ وجه به این افراد کمک نکنید که این کارشون رو توجیه بکنن باید مطالبه گر باشیم در همین داخل کشور اصلا به نظرم سوال سختی نیست به هر حال این مسئله مطرح شده و خوشبختانه حالا بعد از من دیدم افراد دیگه شبکه های تلویزیون اومدن گفتن و در نهایت دیدم وزیر کشور لبنان هم دستور داده که پیگیری بشه نکته دیگه اینه که یه دمدن گفتن که آقا مگه میشه مگه نمیدونم در اونجا فرودگاه مگه بازرسی وجود نداره ببینید اولا دولت لبنان یک دولت فاسدی مثل دولت جمهوری اسلامی با رشوه میشه خیلی کار کرد زمینی که در شرایط فعلی همشون استقبال میکنن که پول از ایران بره اونجا خرج بشه حالا در هر قسمتی از لبنان که خرج بشه خیلی براشون مهم نیست درست رقابت دارن اما اینکه از جیب ملت ایران پول بره اونجا و خرج بشه کمتر کسی اعتراض داره زمینی که میگن با فساد گسترده ای که در دولت لبنان وجود داره امکان خریدن نیروهای امنیتی امکان خریدن نیروهای گمرکی اینا وجود داره اینکه که بگیم حالا نیروی گمرکی مگه وجود نداره جمهوری اسلامی داره تجهیزات نظامی منتقل میکنه به این کشورها بردن دلار که کار ساده هی. از این بر بردنش که از جیب ملت دزدیدن که کار راحتیه خروجش از کشورم که توسط نیروهای اطلاعاتی امنیتی راحت اونجا هم ورودش مطمئن باشید خیلی سخت نیست به این تشکیک ها و به این تردیدها توجه نکنید احتمال قریب به یقین اموال شما رو برشان بردن اونجا باز هم برای اینکه جمهوری اسلامی رو تقویت کنن نه اینکه کمکی به ملت ایران بشه موفق باشید